ایران ویلی که د هلمند اوبو کې زموږ حق را نه کړل شي نو له اسلامي امارت سره پر اړیکو به منفي اغیزې ولري. ایران له کلونو راهیس شکایت کوي چې افغان لوری ورته د هلمند له سینده د دغه هیواد منل شوی حق نه ورکوي. بلخوا بیا د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزیر په دې باندې ټینګار کوي چې د وچکالۍ له امله د هلمند د سیند اوبه کمې شوي دي او پروتوکول ته په کتو سره هغه وخت موږ ایران ته اوبه ورکولی شو چې هغه خپل اندازه چې ده د اوبو له هغه زیات شي. په نننۍ خپرونه کې غواړو چې پر همدې مسایلو بحث او خبرې ولرو. سلامونه او ښې چارې. زه بریالی ساحل یم او تاسې بدلون خپرونه ګورئ. په نننۍ خپرونه کې مې بلنه ورکړې ده قدرمنو میلمنو ته، سیاسي شنونکی سید ذکرالله هاشمي، همداراز د سیاسي چارو کارپو بلال باور، او له استرالیا څخه را سره د سکایپ له لارې سیاسي شنونکی نور احمد خالدی میلمانه دي. ټولو ته ډېر زیات ښه راغلاست وایم. هاشمي صاحب، خپرونه له تاسو پیلوم. یعنی دغه مقدار د اوبو کمې سوي دي، نو دا هیڅکله په هیڅ جي کې داسې نسي کیدلی چې یو هیواد خپل وطن وچ پرېږدي او خپل سیند بیا بل وطن ته ورکړي. یعنی ایران په دې مطالبه کې یا دغه مغرضانه دا کار کوي او یا هم اشتباهانه یې کوي. په دې خاطر باندې چې دا هیڅ امکان نه لري چې افغان خپله خاوره مثال د خبرې خړوبې نه کوي او خپل استفاده له اوبو څخه ونه کوي او اضافي هم نه یي، له خپله کچه اضافي سوي هم نه یي، نو بیا ایران مطالبه په دې کوي چې ته یې ما ته راولېږه. نو دغه اساس باندې چې محترم وزیر صاحب دا خبره کړې ده، چې پروتوکول په اساس باندې دا داسې کچیری دا اوبو له خپله مقدار اضافه کیږي، د افغانستان حکومت به د هغه مخه نه نیسي. په هغه پروتوکول کې ویل شوي چې هر کال به 320 میلیونه متره مکعب اوبه افغانستان ایران ته ورکوي. نظر اوس وچکالۍ ته، آیا په رښتیا هم ایران اوس دا حق لري چې داسې یو ادعا ولري؟ نه خو نشته. خو که چیرې دغه 320 میلیونه مکعب هغه ورلیږي، نو خو بیا په خپله دا خلکو ته اوبه له کومه کیږي؟ مګر په پایپو یې ورولیږو مثلا. اوس که راواخلي ایران، ایران باید د راتلونکي د افغانستان د حکومت د دې جوابګو سي چې په بین المللي سطح باندې ډېر دا جیولوجستان دا بار بار باندې دغه هغه یعنی نظریې وړاندې کړې دي چې ایران حکومت د مشهد په خراسان ولایت کې په دغه ولایت کې داسې یو کار کړی دا د نفتو په څاګانو باندې چې د افغانستان له خاوره ځان ته نفت کش کړی ده او هغه خرڅوي. بله، یعنی حال دا ده چې دغه سیمه چې موږ فراه او نیمروز دا ایالت په دې جیو کې سي دي، د غربي جنوب غربي هغه ولایتونه په دې کې نفت شته، دا په زوره کې ده او هغه سیمې چې په ایران کې دي هغه په بره کې دي. نو کله چې دوی خپل څاګانې هلته ایستلي دي، نو هلته څه شی نشته، کوشش کړی د افغانستان له خاورې څخه دا نفت کش کړي او د امارات سره ښې اړیکې نه درلودي. اوس هم چې دی هغه سیاست لوبوي، دا هغه غیر اسلامي او غیر انساني سیاست دی. دا د کومه راشروع شوه، خصوصا د اوبو مسله کې تاسو وګورئ، په 19مه پیړۍ کې کله چې آهسته اسلامي نړۍ د یوې زهرجنې مفکورې په اساس دوی تقسیم شول، ملي پولې دلته منځته راغلې، خصوصا په مثلا په منځنۍ ختیځ کې د سایکس پیکو د انګلیس او فرانسې ترمنځ دا مناطق تقسیم شول. دغه د خاورې تقسیمېدل د اوبو بحرانونه یې منځته راوړل، مرزي بحرانونه یې منځته راوړل. همداسې په افغانستان کې چې کله انګلیس حاکم و، په روسیه کې، په ایران کې روسیه نفوذ درلود، تزاري روسیه هغه وخت نفوذ درلود. نو دلته چې کله د هرات قضیه، د مرزي قضیه حل شوه د انګلیس د خوا، همغې وخت نه را په دې خوا د هلمند د دریاب بحران رامنځته شو. خب متاسفانه د بحران اساس هغه د ملي د نشنالیزم مفکوره وه چې د هغې په اساس ملي پول دلته منځته راغلي، او هغه خلک چې دلته هغه مشترک فرهنګ او مشترک فکر درلود، دوی په منځ کې تقسیمات راغلل، او حتی دریابونه او ځمکې او کورونه پکې دوی ترمنځ تقسیم شول. او د هغې نه بحراني مسله دا وه چې دوی خپله نزاع، خپله منازعه، خپل مشکل انګلیس ته دوی رجوع وکړه. په هغې وخت کې چې انګلیس هغې وخت کې حاکمیت وکړ، دغې حاکمیت کې ډېر مغرضانه حاکمیت و چې هغې غوښتل چې دا مشکل باید حل نه شي او په کلونو کلونو دا مشکل باید دوامداره اوسي. همداسې وروسته د هغې نه په 19مه پیړۍ کې چې کله امریکا د یو زبرځواک په توګه د انګلیس ځایناستی شو، بیا هم دغه د حتی افغان حکومت او د ایران حکومت چې هغه وخت کې د رضاشاه حکومت و، په 1155 کال کې چې دغه وروستی تړون وشو،
هغه وخت کې تر ډېره دا د امریکایي تړون و چې دوی بیا خپله منازعه امریکایانو ته هغه کړه مخکې کړه چې دا مشکل بیا هم بنیادي حل نه شو. خو بالاخره یو توافق وشو چې د هغې توافق په اساس تر اوسه پورې هغه معیار چې وضع شوی دی دغه معیار باید دا کار وشي. خو د تخنیکي ستونزو له امله دا چې څو ورځې مخکې ملا صاحب برادر دا مثلا دې مسلې ته اشاره وکړه چې موږ داسې تخنیکي امکانات نه لرو چې موږ ووایو چې هغه معیار چې وضع شوی دی په دې تړون کې چې هغه وخت کې موسی شفیق او هویدا په نامه د ایران بهرنی چارو وزیر و دا تړون چې شوی و دغه یو تخنیکی وسایل نشته چې دغه مقدار تعین کړي چې تا ته دومره درغلی او دغره موږ سپموو. دغه تخنیکی امکانات په افغانستان کې نشته او حتی د دې نه ډېر ایران خواته په دې 45 کلونو کې تللی دي دغه د تخنیکي امکاناتو په نشتون کې. مشکل یا دغه ناورین تقریبا دوه پیړۍ کېږي چې شروع شوی او دا د هغې ځینه شروع شوی چې دغه اسلامي نړۍ هغه اسلامي خاورې د ملت د مفکورې په اساس دوی تقسیم شول. یوازې خاوره مثلا نه ده، اوبه تقسیم شول، معدن تقسیم شول، یوازې دلته به دا مشکل نه تاسو څو ورځې مساس. نو دغه اسلامي خاورې چې اوس اسلامي خاورې شي، سابق اسلامي خاوره وه، یوه خاوره وه، دغه د ملي مفکورو په اساس او د استعماري سیاستونو په اساس افغانستان اسې پاکستان چې هلته د هند او پاکستان ترمنځ د پولو مسله ده، د خواته د اوبو مسله، د وچې مسله، دا ټول هغه بحرانونه دي چې سابق د روسیې، د انګلیس او وروسته د امریکا د سیاستونو په اساس منځته راغله او دغه حتی طبیعي منابع دوی ترمنځ تقسیم کړ چې اوس دغه بحرانونو مشکلات خو مشکل چیرته دی؟ مشکل دې ځینه راپارېږي چې موږ د اوسني اصولو په اساس دغه مشکل چې غواړو حل کړو دغه حدیث په اساس چې د اسلامي دولت دخوا باید دغه تنفیذ شي چې مسلمانان په درې شیانو کې شریک دي، دا په اوسني ملي دولتونو کې قابل تطبیق نه دی. یعنی هغه څه چې ایران زموږ په اوبو کې حق لري، موږ د هغې په نفت کې حق لرو، اما څه چې موږ به د ازبکستان په انرژي کې حق لرو. یعنی دا د اسلامي اصولو په اساس هم انساني دی هم اسلامي، چې په عامه ملکیتونو کې مشترک حق دی. یعنی دا خاص منحصر نه دی یو هیواد ته. نو دې دپاره دا هغه وخت کولی شو چې دا مسایل تطبیق کړو چې دا د ملي یا د نیشن سټیټ په چوکاټ کې دا نه تطبیقېږي. دا هغه وخت کولی شو تطبیق کړو چې د ملي پولو مفکوره هغه شي لمنځه لاړه شي. خالدی صاحب، میایم به شما. آیا ایران این حق داره که همچو یک تقاضا داشته باشه؟ بله، ایران داره یک. سلام به هم عرض میکنم، به میمانای شما و به بینیدهای شما. ما یک کشور متمدن هستیم، در اصل تمدن زندگی میکنیم، در اصل که حق ملت ها باید ارجحیت داده شود. کشورهایی که دریاهای مشترک دارن، هر دو کشور حق استفاده از او را داره. هم کشوری که منبع دریاست و هم کشوری که سفلاش است، در اولیا و سفلاش، در منبعی که آب از او کوه هندوکش است و در هلمند، هامون هلمند که آب به او میریزه، دریای هلمند در این قسمت. هر دو کشور حق استفاده را داره. این حق استفاده را به اساس ماده قانون آب هلمند 1351 تعیین شده. ما از حرافی اضافه، گپای کلان کلان زدن اضافی کرده، باید سر اصل موضوع صحبت کنیم. موضوع است که یک معضله است این در بین افغانستان و ایران. این معضله باید حل شود. این معضله با گپای بی‌معنی گفتن هم حل نمیشه که مثلا گفته باشن ما ظرفیت تکنیکی نداریم. نصب یک دستگاه که ظرفیت آب در دهراود حساب کنه چقدر قیمت داره، چقدر ارزش تکنیکی، چقدر سختی تکنیکی داره؟ نداره دیگه. این گپی را که ملا برادر داده گپ است که برای افغان را یک توهین است که ما نمیتونیم آب یک بند آبگردان را سنجش کنیم که چند متر مکعب است. خب این بسیار ساده گپ است. ما چرا نتونیم این رو حساب کنیم؟ این پلی‌تکنیک برای چیست؟ این پانزده انجینری برای چیست؟ این وزارت آب و برق برای چیست؟ ما با حق یعنی یک معضلی است که در این ما یک اصطلاح داریم که میگه که گره را که به دست واز میکنیم نباید با دندان واز کنیم. این معضلی است که در روی قانون که قانون آب هلمند است این مشخص تعیین شده که چه قسم باید حل شود. در او گفته شده که در دهراود
در منطقه که اولیا در جایی که آبگردان است در سالهای نرمال 566 میلیون مکعب آب در حدود موجود می باشد. در این سالهای نرمال از این مقدار به مقدار 820 میلیون متر مکعب یا 22 متر مکعب در ثانیه به ایران حقش است که اما بگید. خالدی صاحب آب هلمند که از کم شده خود سخنگوی امارت اسلامی همین فرموده بله اجازه بدین بفرمایم بله. در این قانون هر دو حالتش تعیین شده گفته میشه که در حوضه‌هایی که خشکسالی است آب کم میشه شما امی حق و برم با مون تناسب کم میکنید این خود علم چیز نیست راکت ساینس نیست که کس نفهمه این خود بسیار ساده گپ است شما آب در منبع دارین 566 میلیون متر مکعب در اونجا است اگر این نظر به خوشحالی کم شده باشه و در مقابل 566 میلیون متر مکعب شما آب را که به ایران میتین 820 میلیون متر مکعب در سال است یا در حقیقت 22 متر مکعب در ثانیه شما وقتی که میرین این رسنجش میکنین در دهراود که مقدار آب چقدر کم شده با متناسب شما مقدار حق آب ایران کم میشه بنابراین یک حساب ساده ریاضی است حسابی است که دو طرف با هم اعتماد به یکی داشته باشه و در میکانیزم های در توافقنامه بین دو طرف امضا شده بین امیر عباس وحیدا صدر اعظم ایران و محمد موسی شفیق صدر اعظم افغانستان در سال 1350 امضا شد به توشی شاه افغانستان بعد از این به تصویب ولسی جرگه رسید در سال 1352 و بعد از این به توشی پادشاه رسید و بعدا در زمان داود خان در سال 1356 پروتکل های از یام مبادله شد بنابراین این یک توافقنامه است و تا حال این از طرف این دولت افغانستان ملغا نشده بنابراین ما این توافقنامه را داریم برای در این قسمت ایرانی ها در این 40 سال 50 سالی که در این فاصله گذشته چیزایی کردن کارهای انجام دادن که به ضرر افغانستان تمام شده مثلا در قسمت هامون هلمند یا گرفتن چاها کندن که آب هامون هلمند خشک کردن بله. یعنی در آبی که باید در زرنج می بود در ولایت نیمروز می بود این کم شده این رفته به ایران اونجا تاسیسات زیادی ایرانی ها ساختن پمپ های واتر پمپ ها نصب کردن واتر آب کش می کنن به طرف زابل انتقال می دن به طرف مناطق ایران انتقال می دن این خلاف پروتکل است خلاف تمام توافقنامه‌ای که امضا شده است بنابراین همچنان در این سالهایی که گذشته در 40 سال گذشته بعضی مشکلات تکنیکی به وجود آمده مثلا امی علائم سرحدی خراب شده نیست در اونجا گفته شده بود که در پیلرهای 51 و 52 در این قسمت آب اندازه میشه که چقدر به ایران آب میره این پیلرها فعلا وجود نداره و میخاطر عسکرای طالبان میره اگه اون دفعه حمله میکنه یا بردی که نمیفهمن کجا سرحد و کجاست اگر یک چیز موجود باشه بین دو دولت تفاهم موجود باشه حسن نیت موجود خالدی صاحب میخوایم بپرسم آیا ایران قسمی که در پروتکل توافق صورت گرفته بود همان رقم کس عمل کرده؟ خب اینجا دو موضوع است یکی بله. موضوعی است که آب خواهد افغانستان میره به طرف ایران بله این حال اول از اینجا که میره ای ما باید در دیراوت اندازه دستگاه سنجش آب داشته باشیم که مقدار آب چقدر است اگه ایران ادعا میکنه که شما بر ما این مقدار آب نمیتین ما باید به دقیق برشون بگیم که در دیراوت آب حیاتش باید بیاید مثلا در پروتکل ذکر شده بود خالدی صاحب گپتم میگیرم که افغانستان هر سال باید به ایران 820 میلیون متر مکعب آب بده خب حالا بله او هم کم شده این مسئله را شما چگونه ارزیابی میکنید؟ من خوب ارزیابی کردم این خود در خود امو پروتکل هم گفته شده که آب اگر کم میشه در سالهای خشکسالی است این امو تناسب آبی که برای ایران داده میشه هم کم میشه در این صورت با امو تناسبی که آب کم شده در دیراوت با امو تناسب شما کم میکنین مقداری که به ایران میره
به این که موضوع مهم نیست. موضوع مهم ایست که او را ایرانیان میفهمه، هر کس میفهمه، هر حکمیت برنوی باشه میفهمه. موضوع ایست که کارهای خلاف که ایرانیان کردن ایست در قسمت سیستان خود آپم خواشندن یا و کش میکنن زیادتر به طرف ایران. امی هامون هلمند خشک شده طرف افغانستان که حتی مجبور شدن که آب پس آب از ماست ولی مردم نیمروز زرنج آب ندارند. با صورت یک واتر پمپ از ایران پس او میاد به زرنج که مردم زرنج از او استفاده میکنند. این برای ما خجالت آور است که آب از ما میره ولی ما قابلیت از این نداریم که برای مردم زرنج آب نوشیدنی فرام کنیم. ما آب نوشیدنی پس از ایران میگیریم. بنابراین موضوع است که در این 40-50 سال مشکلات ایجاد شده، این مشکلات باید حل شود. اولی که ما در موافقتنامه گفته شده که یک کمیسیون مشترک کمیسارها باید ایجاد شود. این کمیسارهای دو طرف که آب اندازه گیری شد مقدار به ایران میره اندازه گیری. فعلا در اونجا در منطقه نیمروز هیچ دستگاهی وجود نداره که اندازه کنن چقدر آب به ایران میره. ایرانی ها با سرت و ترپمپ های نسکن کش میکنن بسیار آب غیر قانونی. و همچنان ما دستگاه دیراود کسی نو نکده، نمیفهمیم چقدر مقدار است در منبع. از این خاطر ما اول باید حسن نیت بین دو کشور موجود باشه. به جای دعوا و دنگله باید دو کشور با هم هیئت های تکنیکیش بشینه، مشکلات بررسی کنه و این مشکلات در سر حلش کار کنه که امی معاهده 1351 به صورت قانونی با در نظر گرفتن حقوق دو طرف حل شود. در غیر از اون ما یک بحران ساختگی هر سال داریم که این بحران صحیح به نفع هیچ کس نیست. در ازیت مانانه خالدی صاحب، من نهایت سوال اخیر میخوایم از شما بپرسم، چی باید شود؟ خود امارت اسلامی باید چی کنه در این عرصه که تا این مشکل او و مدیریت او هم حل شود و روابط بین این دو کشور هم حل شود؟ بسیار خوب، قبل از اینکه سوال شما جوابتون به سخنایی که محترم هاشمی صاحب فرمودن و همچنان محترم باور صاحب فرمودن یک تفسیر کوتاه میکنم. اول سر موضوع نفت که هاشمی صاحب اشاره کردم که ایران نفت ما را دزدی میکنه از زیر زمین. ما یک زمانی در زمان ظاهرشاه و زمان داوود خان مدیر عمومی صنایع و معادن در وزارت پلان افغانستان بودم و در اون زمان ما با کمپانی فرانسوی به نام توتال یک قرارداد امضا کردیم در سال 1975 یا 76 بود به خدا گردم نگیره و این کمپانی توتال فرانسوی خودش گفت ما حاضر هستم به مصرف خود مدام این منطقه نیمروز و سیستان یا تفحصات پترول کنم و این در حدود 10 یا 20 میلیون دلار در اون زمان این کمپانی توتال مصرف کرد. یک 20-30 چاکند چای هزار متر عمقش یا کند و بالاخره چون تصورات موجود بود عکسایی که از فضا گرفته شده بود نشان میداد که شاید در اینجا پترول باشه، نفت باشه. اما کمپانی توتال فرانسوی در این منطقه نفت پیدا نکرد. اگر او پیدا میکرد به اساس توافقی که دولت افغانستان داشت او باز میرفت به منحله چیزش استخراجش و او از او بسیار آید دوام میداشتن دولت افغانستان را میداشت و مردم افغانستان میداشت. بنابراین من نمیفهم که منبع معلومات آقای هاشمی از کجاست، اما تا جایی که من از تجربه شخصی خود در وزارت پلان اطلاع دارم در این منطقه در نیمروز یا نفت وجود ندارد. بنابراین این که ما بگیم ایرانیا نفت ما را دزدی میکنه، من نمیتونم این را تایید کنم و نمیتونم این را همراهش توافق داشته باشم. موضوع دوم این که آقای باور فرمودن که آقای باور نمیفهم در کدام دنیا زندگی میکنن. ما در تاریخ بنام سرزمین اسلامی نداشتیم. ما بعد از اینکه خلافت عباسیت و در زمان خلافت عباسی در این منطقه ما دیدیم که سفاری ها در نیمروز، از این نیمروز سفاری ها حکومت ملی خود ایجاد کردن. بله. که او را خلافت
خلافت عباسی در بغداد به رسمیت شناخت. یعنی حدود ملی را ایجاد کردن، کشور خود ایجاد کردن، کاملا کابل هم گرفتن. بعد از صفاری ها میبینیم که سلطان محمود غزنوی مثلا در خب سامانی ها را میمانیم وارد جایش وقت در بخارا و یا بودن، ما میبینیم که سلطان محمود غزنوی دولت ملی ایجاد کرد، سرزمین داشت، مرز داشت. بعد از او سلجوقی ها بودن و بعد از او دیگه مردم بودن تا زمانی که صفوی ها مغول ها آمدن و مغول های مناطق گرفتن. صفوی ها برای 200 سال سر افغانستان حکومت کردن، سر قندهار، هرات حکومت کردن. دولت صفوی یک دولت ملی ایرانی بود. ما از آقای باور از کدام سرزمین اسلامی گفت میداره که من میفهمم که من خبر ندارم. و در اون زمان بود که میرویس خان هوتکی قیام کرد و این قیام هوتکی ها سبب سرنگونی حاکمیت صفوی ها شد و دولت هوتکی ایجاد شد. این دولت بله. هوتکی در 1979 ایجاد شد، حتی خود ایران گرفت. بنابراین باز ما میبینیم که دولت ملی در زمان ایجاد شد و بعد از هوتکی ها خود نادرشاه افشار اینجا را گرفت و دولت باز ایرانی را ایجاد کرد و بعد از او احمد شاه عبدالله خیست این منطقه را گرفت، تقسیمات کرد، سرحده حساب می سرحده که ما داریم در غرب در حدود نیمی تا قسمت های مشهد از افغانستان بود، در قسمت های زیاد ما سیستان از افغانستان بود، حتی تا قلات در داخل بلوچستان با خان قلات توافق نامه امضا کرد و زیر قیمومیت احمد شاه عبدالی آمد. این منطقه باز هم حکومت ملی داشتیم اون که به افغانستان امروزی مبدل شد. بنابراین ما سرزمین به نام اسلامی خاوره که میگه آقای باور ما هرگز تاریخ نداشتیم که ما با او مسائل ملی رو یک طرف بانیم، مسائل امت اسلام رو مطرح کنیم. مثلا باید ادعا کنیم که پترول تو حق ما مسیح در ترکمنستان، گاز تو حق مسیح در ایران، پترول تو حق مسیح. ما امت اسلامی در اون زمان نداشتیم، امروز هم نداریم و در آینده هم نمیشه باشیم، مطمئن باشیم. در اصلی که ما زندگی میکنیم تمام کشوران نیشن ستیت هستن. بنابراین این مسائل ترکنن در شرایط امروز بلکل اضافی است، بلکل بر اذهان مردم این ضرر وارد میکنه، خصومت های ملی را زیاد میکنه بین کشورها. از این خاطر این نباید جا. حل ما موضوع حل بحران آب با ایران بسیار موضوع تکنیکی است. ما خوشبختانه یک توافق نامه داریم که دو کشور این را امضا کرده و تا حال هیچ دولت به شمول دولت طالبا اولش و دومش این را لغو نکرده. وقتی که این را لغو نکرده این بر بنابرای و ساده و لحاظ تکنیکی ما چی ضرورت داریم؟ ما اول در قسمت مبدأش ضرورت داریم که آب خود را بتونیم درست اندازه گیری کنیم که کار باید دولت افغانستان بکنه. این وظیفه دولت افغانستان است که در اینجا دستگاه سنجش آب را نصب کنه. خیلی بسیار ساده است. شما عمق آب را حساب میکنین، طول عرضش حساب میکنین، ضرب و تقسیم میکنین، میفهمین چقدر متر مکعب آب است این اینجا. کم گپ بسیار نیست. و دستگاه سنجش باشه که بالا نشان بده که بالا چقدر بالا میره، چقدر پایین میره در ظرف هر ماه که بازی افریجش یا وسطش گفته شده در یک سال که آیا میشه 568 میلیون متر مکعب یا کمتر یا زیادتر. و محترم خود آقای ساحل که شما فرمودین که اگر آب از استفاده افغانستان بالا شد، این نظر شما اشتباه است، درست نیست. این موضوع نیست که وقتی که آب از استفاده ما زیاد شد ما اضافیش میتونیم بگیریم. نه خیر، ایرانی ها حق دارن که از مقدار آب که هر قدر که در بند کلکی ایجاد میشه از او 22 متر مکعب در فی ثانیه بگیرن استفاده کنن. اینال اگر مقدار آب در کلکی کم میشه با متناسب این 22 متر مکعب فی ثانیه کم شده میره. اگر هیچ دو آب نیمشه طبعا ما نمیده. و همچنان افغانستان حق داره که از ایران مطالبه کنه که واتر پمپ های را این دست کردین که آب هامون هلمند شما کش میکنین به طرف های کشور خودی سبب میشه که دریا رو کل شب به اصطلاح خوش کنین به طرف خود کش کنین. این غیر قانونی است، این بر ضرر منافع ملی افغانستان است. این باید اینجا چی ضرورت داره؟ ضرورت این وجود داره که دولت افغانستان در سفلای آب دریای هلمند دستگاهش نصب کنه که اندازه شود که واقعا چه آب دنگ میرسه بعد از بند کمال خان یا چه آب میرسه در قسمت نیمروز
چند متر که از او باید حساب شود که چند متر مکعب آب به ایران باید بره. یعنی به مو 22 متر مکعب فی ثانیه یا 820 میلیون متر مکعب در سال آب در وقتی که نرمال است، سال نرمال یعنی سال خشکسالی نیست، و مقدار در سالهای غیر نرمال که سال خشکسالی است به مو تناسب ای کم شده میده. یعنی این دولت افغانستان پشت این پشت ایران نمیگردیم که چی میخواید کنند. ما اگر ما با آقای برادر ملا برادر مشوره بتم یا با مولوی هبت الله مشوره بتم، مشوره من نیست. شما دستگاهتان را نصب کنین، تیمای تکنیکی تعیین کنین، آب حساب کنین در دهراوت، ای را منظم حساب شده، منظم ای هر ماه سنجش می شود، کتاباش موجود می باشد، و همچنان در نیمروز ای اندازش باید معلوم باشد. بعد از او باید شما می تونین بشینین سر میز مذاکره با ایرانیا بگین که بسیار خوب داغ است و دا میدان حساب کنین که آیا ما کم می تیم شما را حقتان را نمی تیم یا شما از ما را می گیرید. عرض ممید. بسیار زیاد تشکر، زنده باشین. پس چون لیو دونه من...